در باره راستا پیشاب کردن یگان چی میگفتید خدا را از شما راضی باشد برادر عزیز در باره راستا یعنی راستا مردم خودمان چخت پیشاب کردن میگوین البته را اکثر از علمای دین این عمل حرام میدونه این عملی نادرست است اگر یک روایت آمده است که والله عالم حدیث بخاری باشه که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم را دیدن که یعنی راستا پیشاب کرده است شاید اگون حالت عذر حضرت بود اما در زید در مقابل این حدیث با حدیث ها از حضرت عایشه مادر من هست از حضرت عمر است که حضرت عایشه مادر گفتن که جناب پیغمبر هست. هر انسان گویا که جناب پیغمبر راستا یعنی چخت پیشاب کرده است و ای را باور نکنه بیتون حضرت عایشه چون که جناب پیغمبر هرگز این کار را نکرده است نمیکنه از حضرت عمر رضی الله تعالی عنهم هم این چنین روایت است که یعنی جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشتن از پیشاب کردن یه راستا این حرام است در روایت دیگر هست که جناب پیغمبر صلی الله علیه و گفتن که همه عذاب قبر برای همون انسانی هست که از یعنی چیلچه های پیشاب خود را نگه نمی داره هست که به قبرستان می گذشتن یعنی صاحب دو قبر در عذاب بودن جناب پیغمبر امر کردن برایشون کمی چو... یعنی چوبی تر آوردن پیغمبر بزرگارون چوب چوبه از بین دوتا کردن و در اون یعنی قبرهای او دو شخصیت خلانیدن یعنی پیش کردن روز کردن بعد از اون گفتن که تا وقتی که این چوب ها یعنی سبز هستن ذکر میگوین از خداوند امید دارم که عذاب اینها سبو کرده می شود بعد از اون حضرت گفتن که اینها از روی گناهی کلان نه بلکه از روی گناهی میده عذاب شده شدن گناهیتش گفتن این است که سخنچینی داشت یعنی خبری یک کس به جای دیگر میبود گناهی گناه دیگرش این بود که از پیشاب خودداری نمی کرد یعنی از پیشاب خودش را نگه نمی کرد یعنی هم چلچه های پیشاب در پاچه ها و در بدنش می رسیدن. البته راستا پیشاب کردن اکثر علما و اتفاق هستند که یعنی حرام است نادرست است چون که وقتی انسان راستا پیشاب کنه البته را چلچه هاش در لباس های وی می و لباس هاش بینموز می شوند